سلام، به یک قسمت دیگه از مجله تلویزیونی آریا خوش آمدید. من سبا هستم و ما هر هفته با این برنامه از ونکوور کانادا با شما هستیم. برنامه این هفته آریا تیوی هم بخش‌های متنوعی داره، شامل گزارش هفته، گفتار هفته و نگاه هفته. در 11 ساعت از 11 روز 11 ماه هر سال مراسمی در سراسر کانادا برگزار میشه با عنوان Remembrance Day یا روز یاد بود. این روز به بزرگداشت سربازانی اختصاص داره که با فداکاری در جنگ‌های جهانی شرکت داشتن. این روز یکی از مهمترین روزهای ملی کاناداست که در سراسر کانادا برگزار میشه. در اولین بخش از برنامه گزارشی داریم از مراسم Remembrance Day در شهر کوکویتلم ونکوور. My privilege to welcome you to our annual service of remembrance, and I would like especially to welcome all of our veterans who are here with us today. We'll now have 2 minutes silence.
You have gathered those who served and those whom we loved from the storm of war into the peace of your presence. Let the memory of their devotion ever be an example to us, that we at the last, being faithful unto death, may receive with them the crown of life. Members who have been deceased since we last gathered together: James Franklin Daz, Russell B. Fries, Jamie Gauthier, David Hood, Robert Marcus, George William Nash, David Peterson, Marion Cesar Slynn, George William Thompson, Ronald Norman Thompson, Barry Took, Stan Tyson, Mickey Fisher, Ernie Wallace, Arthur Roy Jordan, and Jack Carlson. بخش از برنامه با عنوان وایت بورد، خانم سویلو انصاری مباحث کاربردی در زمینه تحصیل و اقامت در کانادا را مطرح می‌کنند. موضوع برنامه این هفته ایشون تعطیلات رسمی در کانادا است. با هم می‌بینیم. مطلبی که امروز میخوام راجع بهش صحبت بکنم، اهمیت حضور همگی ما در فعالیت‌های اجتماعی و روزهای مهمی هستش که در کانادا وجود داره. با من باشید که امروز مطالب خیلی جالبی رو میخوام باهاتون صحبت بکنم. حضور در فعالیت‌های اجتماعی یکی از عناصر خیلی مهمی هستش که به سلامت روح، روان و جسم ما کمک میکنه. در اجتماع بودن افراد رو به هم نزدیک میکنه، به ما کمک میکنه که فرهنگ‌های مختلف رو بشناسیم و مهمترین قسمتش احساس تعلق ما به جامعه هستش که توش داریم زندگی میکنیم. روزهایی مثل روز کانادا، ویکتوریا دی، فامیلی دی که در طول سال این روزا برگزار میشه و هر کدوم از اینا اهمیت بسزایی دارن و اگر توجه کرده باشید در خیلی از این روزا مردم به صورت داوطلبانه و با اشتیاق میان و سهم خودشونو تو جامعهشون نشون میدن. یکی دیگه از این اتفاقاتی که توی این فعالیت‌های اجتماعی میفته اینه که دامنه ارتباطات ما قوی میشه، چه در مورد اینکه افراد مختلف رو بشناسیم، دوستایی تازه پیدا بکنیم و حتی با سازمان‌های مختلف آشنا بشیم. یکی از کارهایی که سازمان‌هایی مثل YMCA Immigrant Services Society، حتی Canadian Iranian Foundation
و یا Greater Vancouver Educator Society، تمام اینا از طریق عضو گرفتن دارن سازمانشون رو میچرخونن و با این فعالیت هایی که میکنن به دولت میتونن نشون بدن که چقدر دارن برای جامعهشون کمک میکنن. در کانادا گروه حرفای خیلی خوبی رو میتونه بزنه و واقعا نقش خیلی مهمی رو داره در تغییرات ایجاد کردن. بنابراین یکی از توصیه‌هایی که میتونم به شما به عنوان فرد جدید این جامعه بکنم اینه که حتما توی این فعالیت‌های اجتماعی شرکت بکنید، ببینید توی همسایگیتون کیا هستن که عضو میپذیرن و حضور فعال تو همه اینا داشته باشید. تو بخش قبلی من اشاره کردم به وجود سازمان‌هایی که از طریق به هم پیوستن تونستن که فعالیت های خیلی مهمی رو داشته باشن. یکی از این سازمان ها ساکسس هست که اولین بار اینا به این دلیل تشکیل شدن که خدماتی رو بدن به کامیونیتی چاینیزا و به مرور این سازمان بزرگ و بزرگتر شد و دلیل بزرگتر شدن این سازمان تمام حمایت هایی بودش که از مردم کشور خودش در واقع چاینیز کنیدین ها گرفت. و من واقعا جزو یکی از وظایف هممون میدونم که سازمان هایی که وجود داره، ایرانیان، کنیدین، هر جوری که میتونیم اینا رو حالا یا از طریق عضو شدن یا رفتن و شرکت کردن در این مراسم تشویقشون کنیم. یک بار دیگه اهمیت گروه، عضو گروه بودن و من میگم واقعا خوبه که این فرهنگ رو بتونیم در خودمون بارور بکنیم و یاد بگیریم که با همدیگه باشیم. در پایان من یه سری توصیه هایی هم دارم که هر وقت توی این فعالیت های اجتماعی شرکت میکنید که معمولا در فضای باز هست یک سری مسائل رو در نظر بگیرید. یکی از قشنگترین کارهایی که اینجا انجام میشه اینه که تو این روزا وسایل نقلیه عمومی به راحتی در اختیار همه قرار گرفته میشه که مردم ازش استفاده بکنن و این خودش یه کمکی میکنه که شما دیگه دنبال جای پارک نگردید و راحت تر برید. مراقب بچه ها باشید، بچه ها همیشه عاشق بازی کردنن و به راحتی حواسشون پرت میشه. وظیفه ما به عنوان والدین این هستش که حواسمون به اونا باشه، محیط اطرافمون رو تمیز نگه داریم و یک چیزای اولیه رو داشته باشیم مثل کمک های اولیه و به هر حال هر طوری که میتونیم از اون روز نهایت استفاده رو بکنیم و با خاطرات خوش این روزهای مهم رو مثل کانادا دی، مثل فامیلی دی، مثل ویکتوریا دی همه رو توی خاطرمون به خوبی ثبت بکنیم. در پایان از توجهی که به برنامه من داشتین یک بار دیگه تشکر میکنم. با ما در تماس باشین از طریق وبسایتمون aria.tv.ca یا از طریق ایمیل whiteboard@aria.tv.ca یا از طریق صفحه فیسبوک ما. منتظر تماس شما هستیم. تا هفته دیگه و یه برنامه دیگه شما رو به خدا می‌سپارم. روز خوش. در بخش نگاه هفته این برنامه به دیدار خانم فریبا میرزایی، طراح لباس و هنرمند مقیم ونکوور رفتیم. خانم میرزایی در سال 2013 برنده جایزه جشنواره وربل آرت در پورت مودی شدند. ایشون اخیراً فصل تازه‌ای از فعالیت‌هاشون رو در نورث ونکوور شروع کردن. با هم می‌بینیم.
کاری که من انجام میدم برمیگرده، یه بخشش برمیگرده به پشن، یه بخشش برمیگرده به هنر. یعنی میشه گفت من لباس رو هم نقاشی میکنم و هم مثل مجسمه میسازم، نه اینه که فقط از رو پترن، از رو الگو یه چیز از قبل ساخته شده، تو لحظه ساخته میشه از خود پارچه گرفته تا اینی که رنگ میشه و بعد کامل میشه تیکه تیکه. یعنی اکثر کارا از ذرات خیلی ریز درست شده که اینا با هم دیگه دوخته میشه دوخته میشه تا اینی که یه چیزی شکل میگیره و فرم یه حالت مجسمه در میاد، نه خیلی به صورت پوشیدن لباسای روزمره. البته توش لباسای روزمره هست ولی خب باز یک لوک متفاوت، یک چیز متفاوتی داره، فرق میکنه. یعنی هنر خیلی بیشتر ارجعیت داره تا بخش فشنش. اون وقت کارها رو خودتون، کار طراحی رو طبیعتاً انجام میدین، کار اجرا رو هم با خودتون هستش؟ بله تمامش، یعنی از رنگش گرفته تا درست کردن پارچه گرفته تا دوختنش رو همه رو خود من انجام میدم. یعنی یه فرمیه که نمیشه، چون که یک الگویی داره، یه طرحی کشیده میشه از اول، ولی خب خیلیش تو لحظه درست میشه. یعنی اون لباس تیکه تیکه در لحظه درست میشه و اینی که نمیشه داد به خاطر اینی که مثلا لباسی که اینجا هست رو نگاه کنید، حرکت خیلی توی لباس مهمه و خیلی چیزایی که حالا من الهامم از طبیعت که بشه گفت یونیتی ورایتی، مثل این که مثلا هر تیکه با تیکه دیگه فرق میکنه، یه چیزی نیست که هیچ بخشی از این لباس با بخش دیگه یکی نیست، در این حال یک تشابهی وجود داره و بعد مثلا بخش هارمونیش، یعنی هم فرم یک نقاشی رو داره هم فرم یک مجسمه در قالب یک لباس. دارم از زبان شما تعریف وربل آرت رو بشنوم. وربل آرت در اصل یعنی هنر قابل پوشش، یعنی اینی که هنرمند خودش رو اکسپرس میکنه ولی مدیومی که استفاده میکنه لباسه. حالا مثل هنرهای دیگه نقاشی یا مجسمه سازی، این هم یک نوعی از اکسپرسینگ وی که یک هنرمند خودش رو ارائه میده. در مورد اثری که داشتید در نمایشگاه دو سال پیش وربل آرت توی پورت مودی، راجع به اون توضیح بدین یه خود رو از نظر تکنیکی و طرحش بر. آره اون در اصل اون لباس درست شده بود واسه واو کامپتیشن این در نیوزیلند، ولی متاسفانه من ددلاینش رو رد کردم نتونستم و این لباس تا الان 6 تا جایزه گرفته، 2 تا از موزه ویکتوریا، 1 دونه از کمپر ریور و 3 تا هم از وربل آرت کمپتیشن توی پورت مودی. گفتید اشاره کردید که از طبیعت الهام میگیرید. بله. ولی یه خودم لطفا توضیح بدین، دوست داریم بدونیم. این لباس و قسمت بالا تنش که مثل حالت تنه درخته و قسمت پایینش یعنی دامنش حالت خود برگ و گل درخته، تماما قسمت دامن از پارچه هایی که به صورت نوار نوار بریده شده، همه تک تک بریده شده، هیچ تیکه‌ای از بخش دامن با تیکه دیگه مشابه نیست، حتی موادی که استفاده شده، نوع پارچه‌ای که انتخاب شده خیلیش متفاوته. بعد فرمی که اینها دوخته شده هیچ کدوم در خط صاف نیست، خود الگو این دامن فرمی که هست اینه که باز دوباره اصلا در خط، یعنی خط صاف نیست، تمام پیچشه
که در نهایت وقتی که اینا روی هم دیگه سوار شده، دوباره از با یه پیچشی از درون اون این رو به فرمی در آورده که حالت چرخش شما درش و حرکت رو درش میبینی، البته به علاوه رنگ و پرینتی که روی پارچه شده. تا چه اندازه از ایران، هنر ایران، فرهنگ ایران یا طبیعت ایران الهام میگیرید و در کارهای شما هست؟ فکر میکنم خیلیش توی کارهای من باشه، ولی هیچ بخشیش آگاهانه نبوده و اصلا اعتقاد شخصی منم بر اینه که به هیچ وجه نباید تردیشن خودت رو همونطوری که هست دنبال بکنی، یعنی تو باید فرای اون چیزی که هست حرکت بکنی، یعنی خودت رو دنبال بکنی، اون چیزی که تو رو میکشه، اون چیزی که تو فکر میکنی که درسته، اون چیزی که تو از زیبایی میفهمی، در رابطه با اون باید حرکت بکنی. اگر که حرکت بکنی، ناخودآگاه در اصل تو، ریشه تو وجود داره، اون ناخودآگاه نمایان میشه تو کارت بدون اینی که دنبالش کرده باشی، یعنی در یک چهارچوبی حرکت کرده باشی، چون اون چهارچوب جلوی بخش آزاد هنر رو میگیره، جلوی خلاقیت رو میگیره، جلوی اینکه در لحظه باشی و به آینده پرت بشی رو میگیره. ولی نمونه هایی بالاخره میشه مثال زد؟ مثلا مینیاتور ایرانی، آیا فکر میکنید تو کار شما منعکس شده؟ من فکر میکنم که خیلی ارتباط داره، یعنی رقص ایرانی کاملا اون پیچش ها و کرف هایی که توی رقص ایرانی هست یا مینیاتور ایرانی هست کاملا، حتی تو موسیقی ایرانی هست. من از بچگی به طراحی و دیزاین پارچه علاقه داشتم، از 16 سالگی از طراحی ویترین مغازه شروع کردم، 18 سالم که بود تولید لباس بچه داشتم و برای کارخونه های ایرانی طراحی میکردم. در 23-24 سالگی مزون لباس عروس پانیز داشتم که برای 6 سال داشتم که یکی از موفق ترین مزونای تهران بود، و وقتی که وارد ونکوور شدم رشته طراحی پارچه و طراحی لباس رو خوندم و مجسمه سازی و تاریخ هنر، و بعد اینجا شروعش رو از یک مزونی توی نورت ونکوور شروع کردم که برای یک سال داشتم، بعد از اون گبه گالری رو که یک تکستایل گالری بود داشتم، اونو برای 4-5 سال داشتم و بعد شروع کردم بیشتر خیلی عمیق‌تر کار هنری کردم، یعنی بیشتر فوکوسم گذاشتم روی کار. یه کلکسیونی من داشتم که الهام گرفته بود از لباس تردیشن ایرانی، و این کار مثلا الهام گرفته است از لباس کردی، لباس زنونه کردی که روش یه دونه ژیله کوتاه است و بعد دامنه و آستینایی که کنارهاش بلنده کشیده میشه روی زمین، و دوباره مثلا این شلوار هست که تماما پرینت شده از شلوار بلوچیه و روش کت نمد داشت که البته اینجا الان نیست، و دوباره این لباس که دوباره نمده و یه دونه پیرهن از لباسش الهام گرفته از لباس شمالیه. از کارهای خودتون به غیر از اون کاری که در مورد صحبت کردیم کاری هست که بخواید بهش اشاره بکنید اینجا؟ کلکسیون آخرم تقریبا نزدیک به آخر، یکی مونده به آخر، اینایی که الان پشت سر من هست اسمش هست From Nothing، از هیچی، کارهایی که از هیچی درست شده، یعنی در اصل موادی به اون صورت مصرف نشده، این کارها پارچش از زیگزاک روی روزنامه، روی لایه‌هایی از روزنامه که بعد روزنامه شسته شده و فقط این زیگزاک مونده، بعد از طریق اون پارچه درست شده و بعد فرم داده شده به حالتی این که از دو بود، یعنی به حالت سه بودی که حالت برجسته داره که باز برمیگرده مثلا به شاخه های طبیعت یا اونجا
توی این لباس مثل صخره ها، کوهایی که در طبیعت هست یا در این تمام به فرمیه که هیچ کدوم در حالت فرمای طبیعی طبیعت رو داره در تمام این و چیزی که به هر حال اصل کارهای من بهش برمیگرد. نکته‌ای هست که خودتون می‌خواید اضافه کنید این گفتگو باشه احتمالاً؟ وقتی یه نفر به هر حال اون چیزی رو که دوست داره دنبال میکنه و یه جوری پیداش میکنه و به یک شادی میرسه با خلق کردن اون، من فکر می‌کنم چیزی که خیلی براش مهم میشه اینه که این شادی رو بتونه انتقال بده و در دیگران هم این رو به وجود بیاره و از دیگران هم بخواد که این رو دنبال بکنن. و اعتقادم من بر اینه که به هر حال حالا به تجربه به اینی که زمانی که یک نفر با اون چیزی که هست یکی میشه، ناخودآگاه بدون اینی که حتی در ارتباط با دیگری باشه، ناخودآگاه این انرژی انتقال پیدا میکنه، به دیگران هم الهام میده. حالا ممکنه اون دیگری هزاران مثلا فاصله داشته باشه و من فهم کنم بزرگترین شادی برای اون آدم اینه که کارشو بکنه و بتونه فضایی فراهم بکنه که دیگران هم بتونن کارشون رو بکنن و در دیگران هم این ببینید. به پایان قسمت دیگری از مجله تلویزیونی آریا رسیدیم. ویدیوی این برنامه روی وبسایت آریا تیوی هم قابل تماشاست و ما منتظر پیشنهادات شما برای تهیه برنامه‌های جدید از ونکوور هستیم. با ما از طریق وبسایت برنامه و همینطور صفحه فیسبوک در ارتباط باشید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.